سلام دوشنبه 21 تیر ماه 89 12 جولای 2010 میلادی امروز در مورد نه موضوع صحبت میکنم موضوع ده. اول اینکه به هر حال بازارها روز گذشته تعطیل بودند و سایت امروز نزدیک به انقلاب اسلامی مطرح کرده که قرار بود روز یک شنبه ساعت یک بعد از ظهر همه جا کرکره های بازارها رو پایین بکشن دولت از همین ترسیده بود همینجور بازارهای تبریز مشهد کرمانشاه و غزبین همدان جاهای دیگه هم همبستگی با بازار تهران اعلام کرده بودند و حال دلیل اصلی این که دولت یک شنبه و دوشنبه رو تعطیل اعلام کرد ترس از اعتصاب بازار بود که تعطیلی بازار رو بتونه بگه که به دلیل تعطیلی مملکت بوده به هر صورت اطلاعیه شماره سه ی از به امضای جمعی از نمایندگان اصناف بخش های از نمایندگان اصناف منتشر شده که دعوت کرده که از روز شنبه اعتصاب بازار ادامه داره جالب هم هست که رئیس هواشناسی کشور هم گفته که ما هیچ کسی با همون مشورت راجع به گرمای هوا نکرده و هوا پیشبینی هواشناسی هم این بوده که هوا خونکتر میشه آنچنان که امروز دوشنبه هوا خنکتر خواهد شد در تهران و بسیاری شهرهای دیگه علا رغم این که دولت به بهانه گرما تعطیل کرده همطور پاره از وکلای مجلس هم به این کار دولت اعتراض کردند و در واقع تلویحا گفتند که برای به جای حل مشکل با مسئله مالیات به این کار پرداخته حالا باید دید که امروز رو هم دولت پشت سر بگذاره این سیاست از این ستون به اون ستون فرجه فردا شنبه میخواد چه بکنه و بالاخره در مقابل مالیاتی که بازاری ها قبول ندارن آیا عقب نشینی میکنه و یا اینکه تدبیری دیگه ای میخواد بیاندیشه نکته دوم اینکه در شهر تبریز یک دختر جوان رو سه نفر بسیجی دزدیدند تجاوز بهش کردن و بعد او رو کشتن یکی از این سه نفر فرزنده یکی از سرداران سپاه که ادعا هم کرده که بعد از اینکه ماجرا برملا شده که این دختر حجاب بوده و امثال این حرف ها به هر صورت این بهایی است که وقتی یک دلات اسلحه به دست رو بی حساب و کتاب و خارج از قانون بخوای که بر مقدرات مردم حاکم بکنی از این تجاوزها به حقوق مردم و آدم ها اتفاق میفته و این رو باید به حکومت کوده تا چی گفت. به هر صورت اخبار رسیده ها که از این است که تبریز در التحاب به سر میبره و افکار عمومی به شدت از این اتفاقی که افتاده متشنج و متاثر نکته سوم این که از ییلاقات اطراف تهران که به دلیل گرما مردم به اونجاها رفتن همینطور از سیدبه که جامع جهانی در اونها پخش می شده خبر رسیده که خیلی جاها مردم فرصتی که پیدا کردن شعارهای یا حسین میر حسین و شعارهای جنبش سبز رو سر دادند به نشونه اینکه اعتراض مردم به قوت خود چون باقی کار بسیار خوبی است که در هر جایی که تجمعی هست به هر دلیلی به هر شکلی در اولین فرصت وقتی که اعتصاب اعتراض و شعار ابراز بشه اون وقت دیده میشه که در سراسر کشور اعتراض مردم با همبستگی و مقاومت به هم پیوستشون در واقع بر جای خودش باقیه نکته چهارم اینکه خانواده های شش نفر از کارگران اخراجی هفتپه نشکر هفتپه تجمعی داشتند و در اون اعتراض کردن به اخراج این کارگران که سرپرست خانوار یا عضو خانوادهشون هستن و اینکه ماه ها اینها بدون حقوق موندن واقعا مسئله دردناک این است که حراست کارخونه هفت حتی کارگران دیگر رو که قصد جمعوری پول و کمک به این خانواده ها رو داشتن تهدید به اخراج کردن و سعی کردن که جلوگیری بکنه همینطور 300 نفر از کارگران پروژه صد مخزنی جاوه در سنندج هم دست به تجمع در جلوی دفتر شرکت پیمانکاری زدن به دلیل اینکه پنج ماه حقوق نگرفتن مطمئنا اون شرکت پیمانکاری هم به دلیل اینکه دولت تعهدات خودش رو انجام نمیده با کمبود پول و مشکل پرداخت مواجه مشکلی که تقریبا گریبانگیر بسیاری از شرکت هایی است که طرف قرارداد دولت هستند و به دلیل اینکه دولت پول نداره به خصوص در بودجه های عمرانی صرف نمیشه پول با عدم پرداخت ها و فشار روی کارگرها و پرسنلشون دست و پنجه نرم میکنه نکته پنجم اینکه آقای کروبی در جمع خانواده های پاره از زندانیان سیاسی در روز مبعث صحبت هایی کرده از جمله اینکه ایشون مطرح کرده به اینکه از تحریم بخش هایی از مقامات و سپاه بهره برداری میخوان بکنن و در واقع با بازار سیاه و قاچاق در واقع پولدارتر بشن و سودجویی بکنن از این رهگذر همینطور دولت سخنگوی دولت مرکزی عراق هم به دولت کردستان اعتراض کرده برای اینکه قاچاق بنزین به ایران رو شروع کرده و این کار رو داره انجام میده نکته این اینکه آقای احمدی نژاد در جمع نمایندگان ولایت فقیه در دانشگاه ها وقتی صحبت کرده روز گذشته صحبت از این کرده که مملکت یک حزب احتیاج داره به نام حزب ولایت این در واقع یادآور همون حزب رستاخیزی است که شاه هم در چند سال آخر حکومتش درست کرده بود و می گفت یک حزب در کشور لازمه اما این به احتمال زیادین حزب ولایت مورد نظر آقای احمدی نژاد مراد طرفداران آقای خامنه و ولایت فقیه نیست مراد ایشون از حزب ولایت ولایت امام زمانی است که ایشون خودش رو متولی اون میدونه و فراتر از ولایت فقیه اون رو میشناسه جالبه که در همین حال آقای احمدی نژاد دوباره در همین صحبتش مطرح کرده که به امید امیدوار است که روزی دانشگاه های غیر دولتی همه در اختیار دولت قرار بگیرن مشخصا منظور ایشون ماجرای دانشگاه آزاده و این کمیسیونی که قرار است به ریاست آقای صادق لاریجانی رئیس قوه قضایی موضوع وقف دانشگاه آزاد رو مطرح بکنه و رأی بده و نظر بده از وجوه مختلفش به هر حال به نظر میرسه اون آتش بسه موقتی که آقای خامنه ای بین جناهین متخاصمین در واقع دو جناه درگیر با هم دیگه بر سر دانشگاه آزاد داده واقعا موقته و در اولین فرصت جنگ و دعوا بین این دو جناه شروع خواهد شد همینطور آقای خامنه ای هم در جمع همین نمایندگان ولایت فقیه صحبت کرده اما به روال صحبت های چند روز گذشته آقای خامنه ایشون یک جوری حرف میزنه که نسیخ بسوزه نه کباب کمی هم از دولت تعریف کرده در اداره دانشگاه ها و در واقع سعی میکنه آقای خامنه ای پاشو در حوزه هایی نگذاره که محل اختلاف جبهه پشت سرش هست و مثل سگ و گربه توی سرمغز همدیگه میزنن جبهه که پشت سر آقای خامنه ای هستن نکته هفتم این که اطلاعیه نسبتا در سطح وسیع در قم پخش شده بیانیه‌ای با امضای جمعی از طلاب و وعاز قوم که در اون هشدار داده از خوارج جدید منظور طرفدار آقای احمدی نژاد مذهبی های قشری و تندرو و سختگیر و از آقای لاریجانی دفاع کرده در واقع این اطلاعیه در پاسخ اطلاعیه نماز جمعه قبلی است که علیه آقای علی لاریجانی در قوم پخش شده بود و به این ترتیب کشمکش با آقای احمدی نژاد و دار و دستش رو در سطح قم دوباره دامن زدن و همینطور باید گفت که به دنبال موجی که هفته گذشته با صحبتهای مختلف شده بود علیه آقای احمدی نژاد و دولتش در این هفته هم ادامه پیدا کرده پاره از وکلای اصولگرا هم دوباره انتقاد کردن همینطور آدمهایی از جمعیت مختلفه مثل آقای بادامچیان که صحبت گردنکشی و مقابل قانون ایستادن و اینها این, این کدهای آقای احمدی نژاد رو داده و به موج صحبت علیه آقای احمدی نژاد به دلیل به نظر من طوفانی که در کشور در پیش طوفان اقتصادی کماکان ادامه داره و پاره از این جناها سعی میکنن دامنشون رو از دولت کنار بکشن نکته هشتم این که رئیس دادگستری استان آذربایجان شرقی عنوان کردش که بالاخره به دستور آقای صادق لاریجانی رئیس قوه قضایی حکم سنگسار خانم سکینه محمدی آشتیانی متوقف شده و نشون داد که به هر حال فشار جهانی و معافل حقوق بشر تأثیر گذاشته نکته آخر هم اینکه به هر حال اسپانیا قهرمان جام جهانی شد و جالب است که اول تا سوم اسپانیا، هلند و آلمانی هستند که هر سه عضو اتحادیه اروپایی هستند که ایران رو تحریم کردن و پشت تحریم ایران ایستادن برخلاف مطلبی که حکومتگرای ما امثال آقای متکی و احمدی نژاد مطرح میکردن که لابد هر کس ایران رو تحریم بکنه از جامعه جهانی هست میشه و اینطوری فکر کردن شاید بتونن یک دوکنه جدید باز بکنن به هر صورت این هم از بچانسی این آقایونه اندکی صبر سهر نزدیک است تا فردا شاد پیروز موفق و سرفراز باشید به امید پیروزی ایران و ایرانی